خب ساعت 8 شد، طبق قراری که گذاشته بودیم 8 ما، البته 10 و نیم شما، لایو رو شروع میکنم که بتونیم زود جمعش کنیم و دیگه زیاد طولانی نشه. من خیلی خلاصه میخوام مرور کنم اتفاقاتی که افتاده رو. حدودا فکر میکنم بیشتر از 6 ماه 6 7 ماه پیش بود، 8 ماه پیش بود که من یه لایو گذاشتم و چند کلیپ راهنمایی کننده برای همه همکاران در مورد نحوه مهاجرت به UK. البته دقت بفرمایید، ما نحوه مهاجرت رو فقط برای اپتومتریست داریم میگیم، گروه های دیگه رو واقعا من خیلی اطلاعی ندارم و حالا در مورد در انتهای لایو اشاره به این اکسازان هم خواهم کرد که چه راههایی براشون باز هست. اما فعلا صحبت ما اپتومتری هست و همکاران اپتومتریست. عذرخواهی میکنم از بقیه دوستان. خب یه صحبت های من انجام دادم، حقیقت خیلیاتون در اون زمان از من سوال میکردید که چرا توضیح اضافه ندادم، و اگه توضیح اضافه هم میدادم من فکر میکنم اون موقع خیلی چی نبود، خیلی کارساز نبود، به خاطر اینکه اولین باری بود که این مسئله مطرح شده بود و خب قبل از من هیچ کس به این مسئله نگاه نکرده بود و اون زمانی هم که من نگاه کردم باز به خواست خیلی از شماها بود که دائما پیام میدادید به من و میخواستید ببینید که آیا مسیری برای ورود اپتومتریست به UK هست یا نه. من اول یه چیز رو روشن بکنم، ما دو تا هدف داریم. هدف ما اولا مهاجرت کردن به UK هست، دوم مهاجرت به عنوان اپتومتریست به UK هست. خیلی مهمه اینو، من تو لایو قبلی هم توضیح دادم، توی تمام کشورهای دنیا ما تقریبا، یعنی اونجایی که برای مهاجرت مسیرش خوب هست، به هر حال شما نمیخواید به آفریقا مهاجرت کنید، من مطمئنم همچی کاری رو هیچ کس نمی کنه، به هر حال ایران لول زندگیش خیلی بالاتر از همه جای دنیا هست و اگر شما الان قصد مهاجرت کردید من مطمئنم خیلی از شما همون فکری رو تو سرتون دارید که من داشتم و توی سن تقریبا 50 سالگی این ریسک بزرگ رو قبول کردم. برای من ریسک خیلی بزرگ بود، دوستانی که میشناسن منو اطلاع دارن که خب وضعیت مطب من خیلی خوب بود، بیمارم عالی بود و درآمدم هم خب الحمدلله خوب بود در اون موقع، و در همچین شرایطی فرد بخواد ریسک کنه و همه چیز رو خراب کنه خیلی کار سختی هست، پذیرشش برای خیلی سخته. اما در اون زمان من این ریسک رو انجام دادم چون نگاهم به آینده بود، نگاهم به آینده بود. در اون زمان من متوجه شدم که اپتومتری کم کم داره به بنبست های وارد میشه. حالا شاید این بنبست ها به خاطر مدیریت کلان مملکتی بود، بعضی هاش هم به خاطر مدیریت خود اپتومتری در یک سطح کوچیک‌تر بود که من نمیخوام وارد این مباحث بشم، برای اینا کار ما نیست. اون چیزی که مهمه اینه که من باید تصمیم میگرفتم، برای خودم باید تصمیم میگرفتم که آیا میخوام با همین وضعیت، نزدیک به 27 سال بود که کار میکردم، با همون وضعیت آیا میخوام ادامه بدم بقیه عمرم رو یا میخوام یه فکر بهتر بکنم. که من به فکرم رسید که خب حرکتی رو انجام بدم و یه گام بزرگتر بردارم. با چند هدف، خوب دقت کنید دوستان، هدف بود تو این کار، بی هدف حرکت نکردم. مهاجرت یک راهی هست، قبلا هم بهتون گفتم مهاجرت راهی هست پر از دردسر، بسیار پیچیده، پر پیچ و خم. اگه فردی که وارد این گدار میخواد بشه هدفی رو نداشته باشه و تعریف نکرده باشه اهداف خودش رو و راهش مشخص نباشه، خیلی زود ممکنه خسته بشه و این خسته شدن خب اصلا خوب نیست، چون خیلی وقتا راه برگشتی وجود نداره، راه برگشت رو معمولا افراد خراب میکنن و بعد باید توی اون چاله‌ای که خودشون درست کردن بمونن و هیچ راهی هم نیست. ولی وقتی هدف باشه و نگاه به آینده باشه و این مسیر رو قبل از حرکت شما ترسیم کنی برای خودت، بعد مشکلاتت، نه اینکه مشکلی نخواهید داشت، مشکلاتت کمتر خواهد شد.
این مشکلات رو میتونی بالاخره منیج کنی و یه جوری از پس این مشکلات بر بیای. اون اتفاقی که افتاده، من تو پیام های شما عزیزان از خیلی از جوان ها اون چی که میبینم اینه که بی هدف هستن، یعنی این که خیلی به قول معروف بعضی جاها رو گیر میدن که اصلا نباید گیر بدن، بعضی جاها رو اصلا نگاه نمی کنن که واقعا با اون قسمت ها باید نگاه کنن، شاید به خاطر اینکه اصلا به مهاجرت به اون دید باز نگاه نکردن. همین الان به تو دارم میگم این فیلم معنیش این نیست که مهاجرت و حرکت به سمت کشورهای دیگه میتونه راه خوبی برای همه شما باشه، نه، اصلا مفهوم این که من دارم اینا رو توضیح میدم این نیست که همتون این کار بکنید، نه، اون کسایی که میخوان این کار رو بکنن من راهنمایی برای اون افراد دارم میذارم که انشالله بتونن از این راهنمایی استفاده کنن و اون سختی هایی که من تو این مسیر داشتم رو نداشته باشن یا حداقل به اون حداقل ممکن برسونن. و در واقع هدف ما اینه. بعضی فکر میکنن که مثلا من الان دارم تجویز میکنم که همه مهاجرت کنید، نه، من همچین تجویز رو ندارم. هر کسی باید در مورد زندگی خودش تصمیم بگیره، ولی اگه تصمیم گرفتید راه درست رو برید. و برای مهاجرت سه تا چیز شما نیاز دارید: یک، اراده بسیار قوی، دو، پول. پول خیلی مهمه، پشتوانه مالی داشتن تو این راه بسیار مهمه، و سه، اینکه راهنمای خوبی داشته باشید. راهنمای شما، من همیشه اون زمانی که کنکور میدادیم، زمانی که حالا 30 سال قبل که کنکور سراسری میدادیم، من همیشه اعتقادم این بود که بهترین راهنما برای کنکور، حالا این کلاس های کنکور رو که میرفتیم، بهترین راهنما برای کنکور شما از کنم کسیه که این راه رو با همون نتیجه که شما میخواید رفته. یعنی اگه شما میخواید پزشکی قبول بشید، فردی که پزشکی قبول شده تو کنکور 1 سال قبل، 2 سال قبل، بهترین راهنمای شماست. این نتیجه در مورد مهاجرت هم صدق میکنه، یعنی کسی که تونسته این مسیر رو بره و تمام چالش های مسیر رو با چشم خودش دیده، اون بهترین راهنمای شماست. شرکت های مهاجرتی فقط به فکر اینن که با شما قرارداد ببندن، پول شما رو بگیرن و بعد شما دیگه راه برگشت ندید، مجبورید برید. اونا به مهاجرت شما فکر میکنن، نه مهاجرت به عنوان اپتومتریست. من تو این 7-8 ماهی که این فیلم ها رو گذاشتم، خیلی از همکارا از کشورهای مختلف با من تماس گرفتن و توضیح دادن که اشتباه کردن، یعنی اینکه رفتن به کشور سالسی که اون کشور واقعا جای رفتن اپتومتریست نبوده، و من تو همون فیلم قبلی توضیح دادم و اینا بعد متوجه شدن. من برای همه توضیح دادم که تو تمام دنیا ما چند تا کشور داریم که جای خوبی برای اپتومتریست هست. استرالیا هست، UK هست، و عرض کنم که کانادا هست و امریکا هست. این 4 تا کشور، 4 تا کشوری هستن که شاید بیشتر از نیمی از کره زمین رو داشته باشن از لحاظ مساحتی، و تقریبا میشه گفت که قطب‌های اپتومتری دنیا هستن اینا. یعنی اپتومتری تو این کشورها شکل گرفته و رشد پیدا کرده، و سورس همه این 4 تا کشور باز برمیگرده به 2 تا کشور که UK و امریکا هست. این 2 تا کشور چون خود استرالیا و کانادا برمیگردن به انگلند دوباره، این 4 تا کشور اپتومتریشون اپتومتری هست که تقریبا شباهت هایی به ایران دارن، و اپتومتری UK بسیار شبیه به ایرانه، چون تو اون 2 تا کشور دیگه بازی تفاوت هایی وجود داره. اما خوب دقت کنید، اگه شما میخواهید بیاید به اروپا مهاجرت کنید، اروپا حتی اگه دولتش اعلام نیاز بکنه برای فردی که بتونه تعیین نمره کنه، اپتومتریست نداره. اینو یادتون باشه، تو اروپا ما اپتومتریست با اون مفهومی که تو ایران داریم نداریم. یعنی چی؟ یعنی که شما باید برید اپتیشن مثلا رفرکشنیست بشید، یا اپتیشن کانتاکت لنز فیتینگر بشید، یا اپتیشن ارتوپتیست بشید، و این عنوان ها هست. یعنی اپتومتریست رو به 5 تا 6 تا شاخه جداگانه تقسیم کردن، فقط آموزش میدن به شما که شما چجوری تعیین نمره عینک بکنید، و اینو بهش میگن ریفرکشنیست. ف...
فقط آموزش بهتون میدن که چجوری کانتکت لنز به بیمارت بدی. اینو بهش میگن اپتیشن کانتکت لنز فیتینگر، که این کلا متفاوت با ایران که اپتومتریست حق انجام همه این کارها رو داره، یا ارتوپتیست که عرض کنم که تمرینات دید و ششمی رو بر بیماران باینوکلار ویژن تجویز خواهد کرد. اما توی انگلند اپتومتری، در واقع اپتومتری ایران از سیلابس، از کوریکولوم انگلند استفاده شده که نوشته شده و خیلی شبیه به هم هستن، در جاهایی حتی کاملتر کوریکولوم، اما حالا اینکه اجراش چجوری اجرا میشه این بماند، منتهاش کوریکولوم حتی کاملتر از انگلند هست و این شباهت ها باعث میشه که شما یه مقصد خیلی خوب بتونید داشته باشید تو انگلند. از طرف دیگه بهتون توضیح بدم، کارکنان بخش درمانی تو همه کشورهای دنیا، البته تو ایران اینجوری نیست ولی تو همه کشورهای دیگه، یه دوره‌ای رو باید بعد از فارغ التحصیلی بگذرونن، یه دوره‌ای که سوپروایز باید کار کنن، یعنی باید یه سوپروایزر بالای سر اینا وایسته و کار کنن، دقیقا شبیه به اون چی که ما سال آخر توی واحد های کلینیکالمون وقتی به بیمارستان می رفتیم یا تو همون کلینیک های اپتومتری واحدی رو می گرفتیم کلینیکال، ما اگه دقت می کردید خب ما مریض می دیدیم، بعد یه سوپروایزر داشتیم، یه ارشدی داشتیم که اپتومتریست بود، مربی کلینیک بود، در واقع از اون مربی کلینیک می خواستیم بیاد که کار ما رو چک کنه و فاینال چک رو انجام بده و امضا بکنه. این دقیقا همون چیزیه که دوره ترینینگ عملی برای همه اون کسایی که تو شاخه پزشکی هستن وجود داره، یعنی برای پزشک ها، برای داروساز ها، برای ارسکام اپتومتریست ها، همه رشتاش، حتی نرس ها، اینا یه دوره ای رو باید بگذرونن به نام دوره پیروچ یا دوره کوالیفیکیشن. تو بعضی از کشورها اینو اینترشیپ بهش میگن، اما تو ایران ما همچی دوره ای رو نداریم و شما از زمانی که فارغ التحصیل میشی به عنوان یک اپتومتریست مستقلا شروع به کار میکنی. حالا این دوره به نظر من دوره خوبیه، به نظر من دوره خوبیه. من حالا وقتی مقایسه میکنم، بالاخره تو هر دو تا کشور بودم، به خاطر اینکه من اگه از خاطراتم بخوام بگم، اولین وقتی که فارغ التحصیل شده بودم، خب ما بلافاصله اعزام شدیم به سربازی. دوستانی که حالا قدیمی هستن منو میشناسن، از همکلاسی ها شاید بشناسن این فیلمو ببینن، میدونن که من شاگرد تنبلی نبودم، جز بالاخره 3 نفر اول کلاس بودم همیشه، و هم از لحاظ تئوری هم از لحاظ عملی و بیشتر از لحاظ عملی من خیلی قوی تر از تئوری بودم. من موقعی که آقای دوستان، خدایش رو حفظش کنه، هر جایی که هست، آقای دوستان اولین دوره ای رو که مربی بودم با ما بودن تو کلینیک، یعنی ایشون به عنوان مربی استخدام شدن و ما اون زمانی بود که دوره سال آخرمون بود که با ایشون شروع کردیم به کار و ایشون یه سر و سامونی داد به کلینیک اپتومتری دانشگاه ایران در اون زمان و یه آماری گرفت از بیمارهایی که ما در طول دانشجویی دیدیم. من خاطرم هست، اینا که دارم میگم حالا بر تعریف نیست، خاطرم هست که من 450 تا بیمار دیده بودم در طول اون یک سالی که به ما اجازه دیدن بیمار میدادن، و نفر دوم بعد از من فکر میکنم بیشتر حدود مثلا 60 70 تا بیمار دیده بود، که بعد یه تعادل ایشون خواست برقرار کنه که گفت بیمارا رو تقسیم کنید به همه بدید اینجوریش. گفتم خب کسی نبوده دیگه، من که اگه زیاد میدیدم برای کسی نبوده اونجا، اگه کس دیگه هم بود خب بیمار رو بین هم تقسیم میکردیم. منظور این که من تو دوره دانشجویی بسیار فعال بودم و خوب عمل میکردم، درسم هم معدلم A بود و بهترین درس رو ارائه میدادم همیشه. اساتیدی که حالا آقای دکتر جعفرزاده، آقای دکتر میزاجانی و خود آقای دوستا خاطرشون هست، اینا رو شاهد هستن. اما اولین بیماری که برای من اومد تو مطب، من بلافاصله اعزام شدم، یعنی 2 روز بعد از فارغ التحصیلیم من برای سربازی اعزام شدم به خدمت سربازی و رفتیم به سمت کرمان، عرض کنم سپاه سارالله کرمان، اونجا خدمت میکردم تو کلینیک سپاه.
میخوام بهتون بگم که اولین بیماری که اومد برای من مونده بودم خدای چه کار باید، بیمار کامپلیکیتی هم بود، یعنی واقعا داشت شانس من مونده بودم که چه کار باید بکنم روی این بیمار، چه جوری تجویز کنم، واقعا برام سخت بود. این صحنه من مطمئنم برای همه فارغ التحصیل اتفاق افتاده که اون اول شروع به کارشون یه جایی استوب میکنن، واقعا میمونن که آیا درست هست تجویز ما یا نه. یه دفعه از اون حالت سوپروایزد خارج شدیم و اومدیم تو آن سوپروایز قرار گرفتیم و باید تجویز کنیم و تجویزمون هم خودمون هستیم دیگه، اگه خراب کنیم ممکنه که خیلی اتفاقات بعدم بیفته. برای اینکه این اتفاقات نیفته اینجا دانشجو 3 سال مداوم درس میخونه و بچلر رو میگیره. این دقت بفهمید، 3 سال مداوم دانشجو درس میگیره، دوره بچلر یا لیسانس 3 سال مداوم هست به صورت تئوری. بعد از 3 سال درس خوندن تو این دوره، باز خیلی از دوستان در مورد دانشجوها سوال کردن، دقت کنید وقتی که میایید به یک کشور خارجی، مخصوصا به یک کشوری مثل UK، شما برای هر امتحانتون 3 بخش دارید یا 4 بخش هم، یعنی هر درسی، هر واحدی رو که برمیدارید شما یه رایتینگ باید در موردش بنویسید، یه مقاله باید بنویسید. حالا این مقاله رو بهتون استاد میگه که عنوانش چی هست و شما باید مقاله بنویسید. غیر از مقاله نوشتن یه امتحان تستی دارید، غیر از امتحان تستیتون ممکنه امتحان عملی هم داشته باشید. امتحان عملیتون به صورت آسکی، امتحانات آسکی یا امتحانات کلینیکال هست. پس این 3 تا حتما هست. گاهن بعضی از اساتید امتحان دیگه رو هم با توجه به درس و خصوصیت اون درس برای شما خواهند گذاشت. این 3 تا رو حتما تو هر درسی باید پاس کنید و کمتر درسی میشه باشه که، حالا مثلا بعضی از دروس هست که خیلی تخصصی نیست، اپتومتری نیست و عمومی هست، فقط مثلا دیگه آناتومی رو دیگه فقط شما در حد امتحان تئوری ممکنه پاس کنید. اینو دوستانی که دانشجویی میخوان بیان در ذهنشون داشته باشن که بعد میان اینجا یه دفعه سورپرایز میشن، چون رایتینگ اینجا خیلی نقش مهمی رو ایفا خواهد کرد برای شما. خب 3 سال بچلر تموم میشه، الان اپتومتریست باید وارد بازار کار بشه. قانونا هنوز این اپتومتریست نمیتونه کار کنه. نهادهایی هستن اینجا که دقیقا مثل ایران اپتومتریست ها و اپتیشن ها رو کنترل میکنن. 2 تا نهاد توی UK داریم، جنرال اپتیکال کانسولی هست که اصطلاحا GOC بهش میگن، مخفف هست، و کالج آف اپتومتریست. کالج آف اپتومتریست یک چریتی هست، یک نهاد چریتی هست که از سالها پیش داره فعالیت میکنه تو این زمینه، تو ترینینگ اپتومتریست ها. حالا این دوتا با هم چه فرقی میکنن من براتون مثال میزنم. دقیقا جنرال اپتیکال کانسولی رو نظارت بر درمان ایران فرض کنید و کالج اپتومتریست نظام پزشکی ایران هست. در واقع کالج اپتومتریست جایی هست که از اپتومتریست در مقابل مردم دفاع میکنه و بالعکس اون یکی دیگه که GOC هست از مردم در مقابل اپتومتریست دفاع میکنه. یعنی اگه شکایتی ارائه میشه از طرف مردم از یک اپتومتریست به جنرال اپتیکال کانسولی میره و ریجستر نامبر شما یا همون شماره نظام پزشکی که ما تو ایران داریم، باز من تطابق میدم که برای بچه ها ذهنیت ایجاد بشه و عرض کنم این ذهنیت رو داشته باشن، اون ریجستر نامبری که برای شما بسیار هم مهم هست اینو جنرال اپتیکال کانسولی صادر میکنه و این ریجستر نامبر وقتی که شما از بچلر فارغ التحصیل میشید، عرض کنم به صورت استودنت، قبلا تو دوره بچلر هم ریجستر نامبر استودنت شما از GOC داشتین به عنوان یک استودنت اپتومتری و سال 4 در واقع همون ریجستر نامبر رو خواهید داشت و ادامه میدید تا اون دوره ای رو که اصلا پریرج بهش میگن این دوره رو تموم کنی. تو خیلی از کشورها اینترشیپ تو انگلند پریرج هست. خب این دوره پریرج چی هست؟ شما قبلا باید برای خودتون یه کارفرما پیدا کنید که مسئولیت شما رو به عهده بگیره، یه سوپروایزر. این سوپروایزر یک همکار اپتومتریسته، یک همکار اپتومتریست که با سابقه هست. این همکار مسئولیت شما رو به عهده خواهد گرفت به عنوان سوپروایزر و دقیقا همون کار رو با شما انجام خواهد داد که مربی تو کلینیک انجام میداد. خیلی پیچیده‌اش نکنم، یعنی شما تو کلینیک مریض میدیدیم، ما تو دوره دانشجویی تو سال 4
میبردیم به مربی، نشون میدادیم پرونده رو، میگفتیم خب این نتیجه ماست، مربی میومد چک میکرد و در انتهای کار انقدر مربی ها گاهن مطمئن میشدن از بعضی از دانشجوها که چک هم نمیکردن، میگفتن تجویز کن همین رو بنویس رو نسخه بذار بره و مهر کلینیک میخورد. حالا دقیقا همین کار توی یک عینکسازی خصوصی اتفاق خواهد افتاد، یعنی یه سوپروایزر شما رو سوپروایز خواهد کرد تا انتهای این یک سال. این یک سال به 4 تا دوره 3 ماهه، یعنی هر فصل یه دوره تقسیم میشه و این یک سال ممکنه تا 1 سال و 6 ماه هم طول بکشه. یعنی یک سال که دارم میگم استانداردشه، گاه هم ممکنه تا 1 سال و 6 ماه طول بکشه، بسته به یادگیری شما داره. ولی دقت بفرمایید، اپتومتریستی که وارد این دوره پیورج میشه دست به بیمار نزده، یعنی هنوز هیچ بیماری رو ندیده. اینجا فقط کیس سناریو استفاده میکنه برای اکسپاند کردن، برای توسعه ذهن شما روی بیمار، یعنی کیس هایی رو برای شما میسازن که تخیلی هست، استاد ساخته و به شما ارائه میده، میگه حالا تجویز شما تو این کیس چی هست. شما رو تو موقعیت های مختلف قرار میده ضمن درس که متوجه بشید که چجوری باید تجویز کنید، در واقع تجویز درست چجوری نتیجه گیری خواهد شد. یک کیس استوری به شما خواهند داد، بعد کانداکت تست هایی هست که باید شما انجام بدید، بعد از اون تست هایی که انجام میدید نتیجه بگیرید که حالا تشخیص شما چیه و تجویز شما چیه، فاینال پریسکریپشن شما چی هست. خب همه اینا رو در نظر بگیرید، اینا توی یک عینک سازی انجام میشه که خب خیلی هم خوبه، یعنی اینکه شما نه اون اپتومتریستی که اینجا درس خونده، بچلر خونده، 3 سال خونده، سال 4 به جای اینکه بره مجانا تو یک بیمارستانی کار کنه تا واحدشو پاس کنه، واحدها رو داره پاس میکنه و پول میگیره و حقوق میگیره. این خیلی خوبه که حالا حقوقش خیلی زیاد نیست اما حقوق داره میگیره. بنابراین این همون اتفاقیه که ما باید انجام بدیم تا جلوگیری کنیم از، من عذرخواهی میکنم از همه همکارا، شاید این اصطلاحی که من خیلی شنیدم تو جمع اپتومتریست، بالاخره ما تو انجمن کرج با خانم هاش حسینی که خدا ایشالا حفظش کنه، بسیار خانم فعالی هست، انجمن کرج رو پایگذاری کردیم بودن شاید مثلا 20 سال قبل انجمن اپتومتری کرج رو، و اونجا ما چون کرج کنار تهران بود خیلی مشکل داشتیم با دانشجوهای سال آخر اپتومتری که میومدن به سمت کرج و غیرقانونی مریض میدیدن. اگه ما دوره‌ای به نام پریرج داشته باشیم هیچ وقت و اینها حقوق بگیرن و کار کنن، به خاطر اون کارشون حقوق بگیرن، خب لازم مالی تأمین میشن و هیچ وقت وارد تخلف صنفی هم نخواهند شد. ولی ما این دوره رو نداریم متاسفانه. من حالا این مقایسه‌ای که دارم انجام میدم برای اینکه شما متوجه بشید، هم وضعیت اینجا رو متوجه بشید، هم با این مقایسه ها شاید در آینده یه سری از دوستا بخوان تغییرات تو اپتومتری ایران انجام بدن که خب بدم نیست. بله اینا شروع میکنن به دوره پیرج. تو این دوره پیرج شما یه ریجستر نامبر از جی او سی گرفتی، بعد دیگه زیر نظر کالج داری ترینینگ میبینی. کالج اون سوپروایزرای خودشو هر 3 ماه یک بار میفرسته به مغازه‌ای که شما هستی و شما رو بازدید میکنن، بازرسی میکنن از مغازه، پیشرفت شما رو چک میکنن. بعد اینا چک ماک بزنن، یعنی اینا باید تیک بخوره. یه سری کامپتنسی یا اسکیل هایی هست که برای شما تو مثلا 3 ماهه اول لیست کردن، به سوپروایزر دادن و به شما هم دادن، گفتن شما باید اینا رو یاد بگیری که چجوری مستقلا انجام بدین و اینا رو باید تیک بزنن، بیان شما رو چک کنن، با شما صحبت کنن، ببینن شما واقعا تو این اسکیل ها یا اون کامپتنسی ها اوکی شدی. بعد تیک میزنن میگن خب وارد مرحله دوم میشیم که 3 ماهه دومه و همینطور تا 3 ماهه آخر. و تو 3 ماهه آخر وقتی که شما همه اون کامپتنسی ها رو به دست بگیری، بعد سوپروایزر شما اجازه میده که شما بوک کنی برای اگزامت. اگزام داری، اگزامی که عرض کنم اصطلاحا بهش همون آسکی اگزام هست، اگزام عملی هست، شما باید بری. تقریبا 15 تا استیشن داریم، این 15 تا معمولا یکیش پایلت هست، یعنی اینا همیشه یک استیشن رو در نظر میگیرن که این استیشن پایلت هست. شما اگه حتی نری همیج اشکال نداره، اینا میخوان تر پایلت گذاشتن که این استیشن رو توی افراد آینده به کار بگیرن،
شاید این استیشن بشه استیشن اجباری در آینده. در واقع یک کابینی هست، 15 تا کابین رو شما در نظر بگیرید، مثل کلینیکای خود اتوماتیک کابین کابین بود و همه وسایل داخل کابین بود، داخل هر کابین یه بیماری نشسته و این بیمارها منتظرن که شما برید معاینه‌شون کنی و این در واقع شرح امتحان آسکی هست. این بیمارها نشستن که شما معاینه‌شون کنی، وارد کابین اول میشی، دو نفر اگزمینر دارن شما رو چک میکنن، خب به شما میگن مثلا آقای احمدی بیمار شما اینجاست، این رتینوسکوپ رفرکشن تا انجام بده، نتیجهش رو رایت داون کن روی این کاغذ برای ما بنویس. بعد یه تولرانس خطا هم داره، به علاوه منهای نیم قابل قبوله دیگه. مثلا حالا مثلا اگه رفرکشن واقعی این فرد مثلا منفی 6 منفی 2.5 در مثلا 180، اگه شما تا منفی 6.5 یا منفی 5.5 تو اسفر یا سیلند هم منفی 1.5 تا منفی 2.5 در نظر بگیرین و قبول میکنن، رنج قبول کردنشونه، چون هیچی توی چشم دقیقا ثابت شده نیست که بخوایم مثلا بگیم اسپاتان همینه، یکی ممکنه که نتیجه دیگه به دست بیاره که هر دوتا هم درسته در واقع. حالا این میشه امتحان کابین اوله. کابین دوم یه افتالموسکوپ بهت میدن، افتالموسکوپی کن. کابین سوم یه عینک بهت میدن با عدسی وریفوکال یا همه عدسی پروگرسیو، ما میگن که این نمرهشو بخون بنویس، ادیشنش چقدره، نمرهش چقدره، برامو بنویس و شما باید بنویسی اینو. خب کابین چهارم مثلا یه باینوکولار ویژن هست، مشکل باینوکولار ویژن که شما باید کابر تست کنی و متوجه بشی که این مشکل چیه. کابین پنجم مثلا سابجکتی و همون کابین اولته که به دست آوردی، حالا باید سابجکتش کنی و تجویز کنی و همینطور ادامه پیدا میکنه. یکی از این کابین ها پایلت هست، این اگه شما حضورم پیدا نکنی هیچ اشکال نداره. دو تا کابین هم کابین استیشن استراحت شماست، یعنی اینکه سه تا کابین رو شما میتونی اصلا مشکلی نداری، یعنی که شما ممکنه که برسی به یک کابین و خیلی هم خوب نباشی، بگی من این کابین رو نمیخوام، میخوام استراحت کنم تو این کابین. خب این استراحت و حق استراحت رو به شما میدن، یعنی میگن که خب دو تا کابین شما حق است. از اون 15 تا در واقع 12 تا بوده، 12 تا بوده، دو تاش استراحت، یکیش پایلت. پایلت رو حالا اگه درست انجام بدی یا غلط انجام بدی تو آمار شما در نظر، تو نمره شما در نظر نمیگیرن. استیشن استراحت رو هم تو نمره شما تأثیری بهش نمیدن، اگه درست انجام بدی در تأثیر میدن، اما اگه غلط انجام بدی تأثیر بهش نمیدن. میتونی استراحت کنی، اصلا میتونی نری داخل کابین. و از اون 12 تا شما 10 تاشو درست انجام بدی، 10 تاشو درست انجام بدی که از 15 تا میشه 10 تا، تقریبا میشه 75% نمره یا ارشکام نمره قبولی. خب و اگه شما 10 تاشو درست انجام بدی، این میشه امتحانت، نتیجهش پاس میشه و شما میشی کوالیفاید اپتومتریست. کوالیفاید اپتومتریست تنها فرق با قبل از کوالیفیکیشنش داره اینه که ریجستر نامبرش از حالت استودنت خارج میشه و ریجستر نامبر دائمی میشه، که خب بعد میشه مثل ایران که ما باید هر سالی مثلا یه تعدادی امتیاز ببینیم، امتیازهای بازآموزی رو بگیریم که خیلی هاشم آنلاین هست، اینجا آنلاین شرکت میکنن، یعنی به خاطر رفت آمد راحت کنن آنلاین هست. امتیازها رو میگیرید و جوازت رو هر سال تمدید میکنی با تجربه امتیازاتی که گرفتی. و این کل جریان اپتومتری اینجاست. حالا ما کجا هستیم تو این جریان؟ این تا اینجا من کل جریان اپتومتری رو از ابتدای بچلر تا زمانی که وارد بازار کار میشه و یک سال پیورج رو داره. نترسین از این دوره پیورج، دوره پیورج شما رو کاستومایز میکنه، اطلاعات شما رو میخواد آپ تو دیت کنه با اطلاعات انگلند، این چیز خاصی نیست. فکر نکنید که شما زیر نظر عینک سازه، شما یک سوپروایزر اپتومتریست دارید یا همکار اپتومتریست که ممکنه خیلی هم ملایم نباشه با شما، البته منظور که مثل استاد بهتون برخورد میکنید، یه سختگیر هست تا آموزش‌ها رو ببینید. علت سختگیریش هم اینه که برای شما پول هزینه میکنه این سوپروایزر. خب حالا اینو توضیح خواهم داد. حالا ما به عنوان اپتومتریست از ایران تقاضا دادیم به عنوان اینترنشنال اپتومتریست، ما میخوایم بیام تو یوکی کار کنیم. چه اتفاقی میفته؟ یه سری مدارک از شما میخوان. این مدارک خوب دقت بکنید دوستان، خودتون رو بذارید جای
کسایی که اینجا هستن، اینا رو جی او سی یا جنرال اپتیکال کانسولی از شما میخوان، یه سری مدارک از شما میخوان. من نمیخوام مثل دفعه قبل وارد ریز مدارک بشم که نیازی نیست، دارم کلیات رو به شما میگم. یه سری مدارک میخوان، این مدارک مدارکی است که همش رو کاغذه. یعنی شما اگه خودتون موقعی که میخواید مدارک رو ارسال کنید بهشون یه نگاه بکنید، و خوشبختانه انگلند یا یوکی تنها کشوری هست که به خاطر مشکلاتی که با دولت ایران داره مدارک رو فقط با مهر مترجم رسمی قبول میکنه. یعنی خیلی از کشورهای دنیا میگن ببر وزارت امور خارجه تایید بکنه، دادگستری تایید بکنه، برای هر کدوم از این مهرها و سفارت تایید بکنه، برای هر کدوم از این مهرها کلی باید شما هزینه کنید و ضمناً کلی وقت بذارید و خیلی هاش قابل تایید نیست. مشکل اینه که خیلی از این مدارک قابل تایید نیست برای شما. من وسط صحبت هستم، میخواستم برای من بنویسید که صدا هنوز خوب هست یا نه. اگه صدا خوبه ادامه بدم به لایف. من منتظرم که پیام بذارید اگه صدا خوب هست من ادامه بدم. اوکی، ادامه میدیم. بله داشتم میگفتم، شما یه سری مدارک میفرستید که این مدارک رو اگه یک فردی که اصلا اپتومتریست هم نیست با فتوشاپ جلب بکنه هیچ کاری نداره، چون اینا نه مهر وزارت بهداشت ایران رو میشناسن، نه مهر دانشگاه های ایران رو میشناسن، هیچ کدوم از اینا نمیشناسن و فقط مهر مترجم رسمی رو میشناسن که مترجم رسمی ترجمه کرده و بر طبق اون ترجمه نشون میده که شما باید اپتومتریست باشی. به همین خاطر برای افرادی که اینترنشنال هستن، چون اینا هیچ گونه استعلامی نمیتونن بگیرن، میان چه کار میکنن؟ یه مصاحبه برای شما تعیین میکنن. خب چه اتفاق میفته؟ شما به عنوان یک اپتومتریست میخوای تقاضا بدی، یه سری مدارک باید جمع آوری کنی، اپلیکیشن تو عرض کنم که این اپلیکیشن رو شروع کنی. در واقع حالا این اپلیکیشن وقتی که شروع میشه، شما وقتی که این اپلیکیشن رو ران میکنی، از همون زمان دیگه هر چی هم تغییر کنه قوانین، شما طبق قوانین قبلی حساب خواهی شد. خب یه اپلیکیشن مدارکی میخواد که مهمترینش برای یک اپتومتریست ایرانی عرض کنم، من قبلا میگفتم مدرک زبانه که الان هم میگم زبانه، بعد یک آیلز بگیرید، آیلز 7 میخواد اوورال که اسپیکینگش 7 باشه، هیچ اسکوری هم کمتر از 6 نباشه. آیلز 7 اوورال، اسپیکینگ عرض کنم که 7 باشه و هیچ اسکوری، هیچ اسکیلی کمتر از 6 نباشه با این شرایط. اما خب یه تعدادی از جوان‌ها اضافه شدن به لیست ما، ما قبلا فقط به خورده مسن‌ترها و با سابقه ترها فکر میکردیم، الان جوان‌ها خیلی اضافه شدن به این لیست و خیلی زود هم مدرک آیلتسشون رو گرفتن خوشبختانه. خب برای این جوان‌ها من بگم که تنها اونایی که مسن‌تر هستن و با سابقه تر هستن که بهشون میگفتم که شما همه مدارک رو دارید، جمع کردن این مدارک تقریبا یک ماه طول میکشه که زیاد مهم نیست و باید ما اون وقتی که آیلتس میگیرید این مدارک رو جمع آوری کنیم، چون اگه زودتر جمع آوری کنیم بعضیش تاریخش رد میشه و ممکنه شما آیلتس رو دیرتر بگیری و اگه از 3 ماه بگذره از اون تاریخ ها دوباره باید مدارک رو تمدید کنی، که این خوب دوباره کاری است. به همین خاطر میگیم اول آیلتس رو بگیر، بعد از 1 ماه ما مدارک رو جمع آوری همه رو میتونی قشنگ جمع آوری کنی و تحویل بچهای ما بدی، بچهای گروه بدی. عرض کنم که مدارکتون رو جمع آوری میکنید، برای جوانترها ما 1 سال سابقه کار میخوایم، دقت کنید 1 سال سابقه کاری که بشه اثباتش کرد. خوشبختانه آخرین آپدیتی که جنرال اپتیکال کانسولی زده قبلا به مطب شما نگاه میگرد یا کارفرما شما، الان تو بیمارستان، تو کلینیک، تو هر جایی که سابقه کار داشته باشی و بتونی یه مدرک بگیری اینو قبول میکنن ازت و هیچ مشکلی نداره. متوجه شدی؟ از لانگ است که این سابق کار آن سوپروایزد باشه، یعنی تحت نظر کسی نباشه، که خب ما سابق کارمون همه آن سوپروایزده، 1 سال سابق کار کفایت میکنه. مدارک دیگه هم که برای جوانترها باز مهم هست که بدونن، آزادسازی مدارکشون هست، یعنی ما ریز نمرات شما رو میخوایم و دانشنامه شما، این دوتا رو باید آزاد کنید برای ترجمه
من نمیدونم حالا وضعیت ایران الان چجوریه، خیلی اطلاعی ندارم در این مورد، ولی باید دنبالش رو بگیرید دیگه. ما ترجمه شده ریز نمرات و دانشنامه شما رو میخوایم، این دوتا مهمه. زمان ما بهت اینا رو میدادن، اما برای اینکه ترجمه کنی باید پشتش مهر ترجمه بلا مانع اصل رو بزنن، که اونا رو بعد از تعهدات میزدن. این زمان ما که دارم میگم 30 سال قبل، سال 1373-4. خب اون زمان مدرک تو بعد از فارغ التحصیلی بهت میدادن، ولی قابل ترجمه نبود. الان نمیدونم که مدارک عالی ریزنمرات که بهتون میدن، چون معمولا دانشگاه الان سیستمشون کامپیوتری شده و شما ریزنمرات رو همین الان دارید، حتی اگه در حال تحصیل هستید ریزنمراتون رو دارید. ولی در مورد دانشنامه، زمان ما دانشنامه اون یه برگ کاغذی رو به ما میدادن، منتهاش باید پشتش مهر ترجمه بلا مانع است میخورد، که اینو منوط بر این بود که ما تعهداتمون رو بگذرونیم یا پول مربوط به تعهداتمون رو پرداخت کنیم به دولت. اون زمان طرح بود و سربازی، حالا الان نمیدونم جریان چجوریه. پس ما این دوتا رو میخوام. شما اگه دارو ترجمه رسمی سراغ داری که بدون اون مهر برای ترجمه کنه، ما فقط همون ترجمه رو میخوایم، هیچی دیگه نمیخوایم. یعنی اصلش هم نمیخوایم از شما، هیچ کدوم از این مدارک ما اصلش رو نمیگیریم از شما، فقط ترجمه هایی که با مهر دارو ترجمه رسمی خورده و اونم به صورت دیجیتال، یعنی اسکن میکنید بر ما میفرستید، بر بچه ها میفرستید تو گروه. خب پس در این مورد هیچ مشکلی دیگه نباید باشه. برای جوانترها ما حتما مدرک آزاد میخوایم، ریز نمرات و دانشنامه، به علاوه عرض کنم که 1 سال سابقه کار. مسنترها که دارن این 1 سال سابقه کار رو دارن، و حالا مدرک های مطب اگه باشه خیلی عالیه، یعنی داشتن یه مجوز مطب خیلی عالیه، حتی اگه مثلا یه ماه قبل گرفته باشی هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال، به شرط اینکه از مثلا حداقل 1 سال از فارغ تحصیلی شما گذشته باشه، 1 ماه قبلش هم گرفته باشی اشکال نداره، چون به هر حال شما 1 سال از فارغ تحصیلی گذشته و اونا فرض رو بر کار میذارن. اینو که دارم بهتون میگم رو حالا توضیح دادم، بریم سراغ مرحله بعدی. مدارک رو میفرستید برای بچه ها و اپلیکیشنتون رو لود میکنم، اپلیکیشنتون لود میشه. الان آخرین آپدیتی که ما داریم که همین مثلا 2 روز قبل بوده، تقریبا 2 ماه از شما وقت میخوان برای چک مدارک شما، چک اولیه مدارک شما. جنرال اپتیکال کنسولی این 2 ماه وقت رو میخواد. خوشبختانه بچه ها پیگیر کارها هستن. من اسم کسی رو اینجا نمیارم چون مطمئن نیستم اصلا، نه که الان کارشون محول کردن به بچه ها، راضی هستن که اسمشون آورده بشه تو جمع یا نه، ولی آخرین فردی که مدارکشو به ما داد، من خاطرم هست که البته 2 نفر بودن، یه نفرشون پشیمون شد به سمت کانادا دانشجویی گرفته، و نفر بعدی که با ایشون انجام شد دیروز ما پیمنت دوم رو براشون داشتیم. حالا بهتون بگم که چه اتفاق میفته. 2 ماه از ما وقت خواستن، ولی بیشتر از 3 هفته طول نکشید که کارش انجام شد. یعنی اینا وقت یه خود بازتر میذارن که دستشون بازتر باشه، چون سرشون شلوغ شده، اما زودتر انجام میدن. اون 2 ماه وقت و این آقا 15 اسفند به من زنگ زد که من آیلزمو گرفتم و میخوام کارمو انجام بدید. خب خورد به فروردین ماه و تعطیلات، و ایشون مدارکشو آخر فروردین ماه به ما تحویل داد. من نمیدونم امروز چه روزیه، امروز دیروز ما پرداخت دوم بچه براش انجام دادن، یعنی مدارکش تکمیل شده، تحویل اینا داده شده، اپلیکیشنش تحویل شده و رسیده به مرحله دوم که مرحله اسس مدارک هست. خب خیلی خوبه این، یعنی خیلی کار داره سریع پیش میره. یه دوست دیگه که گفتم بهتون تغییر مسیر داده به سمت کانادا، اینو من در انتهای این لایو باز توضیح خواهم داد که چه اتفاقی خواهد افتاد برای کانادا، اونا رو بهتون اطلاعات بدم، اما فعلا بذارید از مطلب دور نشیم. خب پس 2 ماه شما برای بازبینی مدارکتون توسط مسئولین جنرال اپتیکال کانسول در نظر بگیرید. بعد از این 2 ماه پیمنت دوم ما باید پرداخت بکنم بچه ها، که البته اینا هر کمش لینک میاد که لینک ها رو براتون ارسال میکنن. بچه ها پیمنت دوم برای شما خواهند داشت، که پیمنت دوم اساس مدارکتون هست. مدارک شما از طرف جنرال اپتیکال کانسولی به 2 نفر
PhD اپتومتری تو UK ارسال خواهد شد. این دو نفر اسسورهای شما هستن. مدارک شما رو بازبینی میکنن، اپلیکیشن فرم شما رو خواهند خوند و این دوره 4 ماه طول خواهد کشید. حد اکثر. ماکسیموم 4 ماه. پس دوره اول 2 ماه، دوره دوم 4 ماه. قبلا یعنی بوده مثلا 6 ماه پیش هر دو این دوره ها ظرف 3 ماه انجام می شد. الان 2 برابر شده. شده 6 ماه. به خاطر اینکه خب صف طولانی تر شده. خب پس 4 ماه هم برای چک مدارکتون اسسورها نیاز دارن. بعد از این چک اسسورها وقتی که مدارکتون چک شد، من اینجا یه پرانتز باز کنم، همه مدارک ایران قبول خواهد شد. ما حتی کسایی رو داشتیم از دانشگاه زاهدان بودن، یعنی آخرین فردی که تقاضا دادیم براش که مدارکش رو قبول کردن دانشگاه زاهدان بوده. بعضی از دوستان تو شک و شعبه بودن که آیا دانشگاه زاهدان هم قبول میشه یا نه. بعد دانشگاه زاهدان هم قبول شد، یعنی قبول داده و الان رفته بر اساس مدارک شفته تو دوره اسس قرار گرفته. خب اسسورها مدارک رو بررسی میکنن، بعد از اتمام اون 4 ماه دوباره جنرال اپتیکال کانسولی به شما یه ایمیل دیگه میزنه، یه وقت پیشنهادی برای اینترویو خواهد داد. یه وقت پیشنهادی که شما باید این وقت رو کانفرم کنی یا اینکه بگی که مثلا نه این وقت برای من خوب نیست، اگه میشه یه خورده اونورتر بدید، که دیگه حالا وقت دوم باز بهتون اعلام میکنه. حالا اینترویو چیه؟ پس تا اینجا شما هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بدید، فقط و فقط مدارکتون رو فرستادید، مراحل رفته جلو. مهمترین قسمت کار شما تو اینترویوه. اینترویو رو ما قبلا خیلی روش سختگیری نمیکردیم، چون حالا من فکرم مثلا برای اپتومترا همین لول خودم بود، ولی متاسفانه اولین اپتومتریستی که خواست اینترویو رو پاس کنه به مشکل خورد. حالا من بهتون یه توضیح بدم اینترویو چی هست اصلا. باز خیلی ها پنیک کردن، ترسیدن از این اینترویو. ترسی نداره، در واقع اینترویو همون دو نفر اسسوری که شما رو مدارک تو بازبینی کردن با شما یه گپ خودمونی به مدت 1 ساعت خواهند داشت، آنلاین برگزار میشه، به شما وقت میدن، سر اون موقع با شما هم کانکت بشید. نگران اینترنت ایران نباشید، خوشبختانه از نرم افزارهای استفاده میکنن که الان فیلتر نیست و خیلی راحت بچه‌ای که تا الان اینترویو دادن راحت اینترویو رو پاس کردن و مشکلی هم نداشتن. عرض کنم از این نرم افزارها استفاده میکنن که فیلتر نیست و بدون فیلتر شکن شما خیلی راحت با همین سرعت پایین هم میتونید اینترویو رو برگزار کنید. بعد عرض کنم که اینترویو 1 ساعت مصاحبه هست که این 1 ساعت از شما 7-8-10 تا سوال اپتومتری میپرسن. این 7-8-10 تا سوال همش به صورت کیس ریپورته، یعنی یک کیس رو بهت ارائه میکنن با یک مشخصاتی، بعد ازت میخوان که حالا چه درمانی رو برای این اجرا میکنی. کیس سناریو هست در واقع. دوستانی که تو کار ریسرچ هستن با کیس سناریو کاملا آشنا هستن، میدونن که چه پروژه‌ای هست، و اونایی که نیستن یه گوگل بکنن اینو کیس سناریو برای رشته‌های پزشکی چی هست، قشنگ براتون میاره. اگه خواستید حالا من نمونه‌هاشو براتون خواهم گذاشت این کانال. میخوام بگم که این دو نفر امتحان خیلی سختی ندارن، اما من از لول اپتومتری اون فردی که اون اپلیکنتی که به ما مراجعه کرده من اطلاعی ندارم، چون خیلی از شما رو من نمیشناسم که. خب به همین خاطر باید آماده باشید. خبر بعد این که خب اولین نفر نتونست اینترویو رو موفقیت‌آمیز پاس کنه. خبر خوش این که خب ما به فکر افتادیم، بچه های گروه کلا به فکر افتادن، گفتن خب اینجوری نمیشه که تا این همه زحمت و اینا برسه به این مرحله آخری، مرحله آخری استوب بخوره. و الان خیلی مدون شده. الان خوشبختانه ما چند تا نمونه اینترویو رو داریم، ضبط کردیم، ریکورد کردیم، داریم و اونایی که میان توی گروه براشون میدیم، در اختیارشون هست که اینا آشنا بشن که چجوری اینترویو میشن. و تقریبا اون چی که دست اون اومده اینه که 90% سوالها یکیه. 90% سوالها یکیه، چون چارچوب یکیه. اشلی که جنرال اپتیکال کانسولی از من میخواد که شما رو اینترویو کنن اینجور نیست که هر چی دلشون خواست بپرسن. یه اشلی داره که این اشل ما گرفتیم و الان داریم تو دستمون هست و
من حتی سوال های اینترویو رو دارم دیگه، سوال ها رو به خیلی دادم، جواب ها رو دادم دیگه، حالا باید خودتون منش کنین و به صورت انگلیسی باید اینترویو برگزار بشه، برای همین یه خورده سخت هست، استرس داره برای شما و این اینترویو رو باید پاس کنید. اما یه چیزی بهتون بگم، خیلی ها ترس دارن، الان میگه اگه اینترویو پاس نشه چی میشه؟ هیچی نمیشه، هیچ اتفاق نمیفته، نگران نباشید. این دو نفر اسسور عرض کنم اگه به این نتیجه برسن که توی قسمت هایی علم اپتومتری شما کمتر از لول اپتومتری انگلند هست، به شما ماژول خواهند داد. ماژول خواهند داد یعنی چی؟ یعنی یه خورده کار طولانی تر خواهد شد. خب اینجور نیستش که متوقف بشه و بگن شما ردی، نه، من بعد خیلی دیگه من بعید بدونم تو اینترویو کسی رو رد بکنه، رد نمیکنه، ماژول بهتون میدم. ماژول به معنی واحد درسی است، حالا اونایی که زیاد انگلیسیشون خوب نیست اینجا به واحدهای درسی میگن ماژول. مثلا اون فردی که اینترویوش رو موفقیت آمیز پاس نکرد، بهشون مثلا سه تا ماژول درسی دادن، سه تا ماژول گفتن شما برید ماژول ارز کنم لاویژن، ماژول ارز کنم که اکوپیشنال اپتومتری. خوب دقت کنین، اکوپیشنال اپتومتری در واقع همون واحد ارز کنم که ساخت عینک ماس ها، یعنی که ضعیف بودن تو ساخت عینک و تو مسائلی که در مورد عینک بعد صحبت میکردن خیلی قوی ظاهر نشدن، یعنی که به همه اینا رو چک میکنن. فکر نکنید فقط اپتومتریشو، نه، یک سوال قطعا از عینک سازی شما هم خواهند داشت، قطعا. حالا اون سوال چی باشه؟ سه چهار تا سوال ممکنه بکنن که ما سوال ها رو داریم در مورد عدسی ارز کنم چندید سوال خواهند کرد، در مورد عدسی عینک های سیفتی سوال خواهند کرد، عینک های خیلی سوالات متنوعی هست که حالا ما اینا رو داریم دیگه، به بچه ها میدیم قبلش. ولی نگران نباشید، الان اون فردی که ماژول بهش خورده بهش توصیه کردن، چند تا دانشگاه رو توی انگلند معرفی کردن، گفتن این واحد ها رو از این دانشگاه بگیر، از یکی از این دانشگاه آنلاین اینو پاس کن و بعدش دیگه نیاز به اینترویو مجدد دیگه شما نداری، مستقیما میتونی بیای به یوکی شروع به کار بکنی. خوب دقت بکنید، پس اینترویو اگه شما ماژول هم بهت بخوره بد نیست، فکر نکن فیل شد، اصلا فیلی توی کار نیست، یعنی اینکه یا شما پس میکنی و روز بعدش برات نتیجهش میاد که شما میتونی وارد یوکی بشی و شروع به کار بکنی به عنوان اپتومتریست، یا اینکه شما پس نمیکنی، تو بعضی از قسمت ها ضعیف هستی، مثلا میگن یه ماژول باینوکلار ویژن بگیر. خب ماژول باینوکلار ویژن رو ما برای همین فردی که مثلا ماژول بهش خورده، مثلا کاردیف یونیورسیتی ایشون ماژول گرفته، سپتامبر همین امسال که میشه شهریور امسال دوره شروع میشه، تا ژانویه هم تموم میشه و نمرهشو میگیره، یعنی تا ژانویه 2024 که تقریبا میشه 7 8 ماه دیگه ایشون نمرهشو گرفته و این نمره قبولی رو که بگیره پاس میکنه به جنرال اپتیکال کانسولی و اونا چی کانفرم میکنن که ایشون میتونه وارد یوکی بشه. پس ماژول چیز بدی نیست، اگه جایی بهتون ماژول میخوره واقعا بدونید ضعیف بودید، خب ضعیف بودید و حالا حضورتون توی این ماژول تنها ضرری که داره اینه که ضرر مالی داره دیگه، باید پرداخت کنید. کاردیف میخواید مثلا، میخواید هر دانشگاهی که میخواید ماژول رو بگیرید باید یه پولی رو پی کنید دیگه، فقط ضررش ضرر مالیه، وگرنه علاوه بچه‌ها ناراحت نشن بگن آبرومون رفت، نه اصلا این نیست، اصلا این نیست، ممکنه که به خود من هم ماژول بخوره روسی. اصلا من خوشحالم، من در سن 50 سالگی تصمیم گرفتم که مهاجرتم از راه تحصیلی بیام، بخاطر اینکه علاقه زیادی به درس داشتم، ولی مشکلات زندگی طوری شد که منو به سمت کار برد تا به سمت درس، و تو کار موفق بودم الحمدلله، مشکلی نداشتم. و اون موقع تو 50 سالگی مریضای من بسیار از من راضی بودن، همه، اصلا هنوزم که هنوز با من در تماس هستن و از من راضی هم، بچه که توی فردیس کنش کار میکنن مریضه من دارم منیج میکنم و میدونن که هیچ کدومشون از من ناراضی نبوده. به جرات میتونم بگم از 100 تا مریض که میومد 95 تاشون فوقلاده راضی بودن. حالا دیگه یکی هم ناراضی پیدا بشه اشکال نداره، اون به خاطر من نیست، مشکل از خود اون بیمار. بعض از بیمارات خودتون میدید وقتی وارد میشن، وقتی خارج میشن ما میگیم ای کاش نیومده بود هیچ وقت تو مطب دیگه. اینا همه جا همینجور هستن، ما خیلی به اونا کاری نداریم،
ما سعی میکردیم که به قول یکی از دوستا اینا مثل نوسنگک داغی هن که از تنور بیرون میاد، باید هی این دست اون دستش بکنید تا سرد بشه و بتونید تو دستت نگهش دارید. فقط سعی میکردیم این دست اون دست کنیم که اینو تموم بشن و برگردن برن. این مهمه، نه تجربه کاری که حالا باید ببینید. بنابراین در اون زمانی که همه مریض من راضی بودن، من تصمیم گرفتم علم ما یه خود آپدیت کنم، حرکت کردم به سمت درس خوندن. واقعا اپتومتری ما خیلی متفاوت از اپتومتری شما بود. ما زمانی درس میخوندیم که پریمتری ما گلدمن بود، نه این پریمتری هامفری که الان استفاده میکنن. پریمتری گلدمن رو فقط بچه های قدیمی میدونن که یک شکنجه بود برای هم معاینه کننده هم معاینه شونده. یه دوربین داشت، یه دوربین چشمی داشت مثل لنزومتر چشمی که بعد پشت 45 دقیقه چشم بیمار رو کنترل میکردی و دائما با بیمارت حرف میزدی، همزمان باید کارات هم انجام میدادی، ایزوپتر ها رو هم تنظیم میکردی، مداد رنگیات هم تنظیم میکردی، شروع میکردی به رفت کردن چی؟ میدان دید بیمارت. و اصلا هم دقیق نبود ولی دیگه همین بود دیگه، به قول این وریا تیز و تیز کار دیگه نمیتونستیم بکنیم. اپتومتری ما اینجوری بود. اپتومتری ما OCT نداشت توش، پنتاکم نداشت توش، اپتومتری ما تست های تشخیصی نداشت، فاندوس کامرا نداشت. برای همین ما ارز کنم فاندوسکوپیمون خیلی قوی هست، با افتالموسکوپ خیلی خوب کار بود چون مجبور بودیم دیگه، چاره ای نداشتیم. ولی اپتومتری جدید خب خیلی پیشرفت هایی کرد که من واقعا دور بودم و من همیشه به همه همکارام توصیه کردم، گفتم فارغ التحصیل میشه به فکر زدن مطب خودت باش، هیچ وقت توی بیمارستان کار نکن. من هیچ وقت بیمارستان نرفتم، یک بار کلینیک رفتم یه چوبی رو خوردم که دیگه هیچ وقت وارد کار برای کسی دیگه ای نشدم. همیشه خودم کار کردم، آقای خودم بودم و الحمدلله ضرر نکردم تو این قضیه. این جوانترها اینو بدون، اگه میخوان کار کنن سعی کنن خودشون شروع به کار کنن و هیچ وقت برای کسی دیگه مشغول به کار نشن. اون چیزی که اتفاق افتاد این که اپتومتری رو باید آپدیت میکردم. خودم احساس کردم که واقعا من دارم بالاخره بیمار رو منیج میکنم، ولی خیلی جا اطلاعات من اطلاعاتی نیست که باید داشته باشم و مدیون بیمارم هستم اگه نتونم بهش بهترین ها رو ارائه کنم. بالاخره بهترین ویزیت رو دارم میگیرم، بهترین پول رو برای این اکسسوری دارم میگیرم، باید بهترین کار رو بتونم ارائه کنم. و این شد که به سمت ارشکام درس خوندن حرکت کردم. الان ناراضی نیستم، واقعا راضیم. یعنی احمدی که الان جلوی شما نشسته با احمدی سال 2019، اگه از 1 تا 100 من به خودم اون موقع 40 بیشتر نمیدادم، الان به خودم 75 خواهم داد از 1 تا 100. خیلی پیشرفت کردم و آپ تو دیت کردم خودم. پس شما هم نگران نباشید دوستان، اگه ماژول بهتون خورد با جون و دل اونو قبول کنید، بدونید که تو اون منطقه شما ضعیف هستید. اگه ضعیف نبودی نه پسر خاله نه دشمن شما، اینا دنبال اینن که مطمئن بشن که شما میتونی توی یوکی کار کنی. مسئولیت کار اینجا خیلی بالایه برای اپتومتریست، چون دامنه کار وسیع هست، مسئولیت هم زیاده. برای همین دقت کنید، خوردن ماژول توی اینترویو، گرفتن ماژول توی اینترویو چیز بدی نیست، اگرچه اگه بشه نباشه خیلی خوبه، چون هزینه شما رو کم میکنه. من میگم که حتی اگه شما ضعیف هم باشین تو منطقه، بعد که وارد یوکی بشید با تلاش بیشتر تو 1 سال و کمکی که از سوپروایزر خودت میگیری، راحت میتونی آپگرید کنی خودت رو، آپدیت کنی بیاری بالا. ولی اگه ماژول هم خود اشکال نداره، یه دوره 4 ماهه دانشگاهیه که آنلاین برگزار میشه، نمرات رو میگیری و بعد دیگه نیاز به اینترویو نداری، بعد مستقیما شما معرفی میشی برای ورود به یوکی. پس این در مورد کسایی که ماژول میخوره. کسایی که ماژول نخوره مستقیما معرفی میشن برای ورود به یوکی. و این هر دو گروه رو توضیح دادم. حالا چرا شما رو اینترویو میکنن؟ به خاطر اینکه شما به عنوان یک اپتومتریست فقط رو کاغذ برای این اپتومتریست هستی. خب حق رو بهشون بدید دیگه، شما یه سری کاغذ فرستید که من اپتومتریست هستم. حالا 2 نفر همکارت نشستن روبرو میخوان سوال کنن که من اول میام میگم من رئیس جمهور آمریکا هستم. خب شما چجوری میفهمی؟ شما میفهمی به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا کس دیگه ایه. ولی اینا نمیدونن که شما نه توی اینترنت سابقه ای داری، نه میتونن تریس کنن ایران رو، دنبال کنن که آیا شما سورسی توی ایران ده. ایران به هیچ کس جواب نمیده که بخواد مثلا به اینا جواب بده.
بنابراین این اینترویو چیز بدی نیست، این باید برگزار بشه تا مطمئن بشن. فقط مشکلش اینه که خب خیلی الان صفش طولانی شده که من تو آخرین آپدیتی که تلفنی هفته قبل با جنرال کانسلی صحبت میکردم، اینا گفتن چون صف اینترویو ما طولانی شده 6 تا گروه اسسور رو اضافه کردیم که این صف رو کوتاه کنیم و بشکنیم، که خب خبر خوبی بود، این صف کوتاه‌تر هم خواهد شد. اما بعد از اینترویو چه اتفاق میفته؟ اینترویو تو دادی، قبول شدی، الان میخوای وارد یوکی بشی. این قسمت کار، مهمترین قسمت کاره که بچه های گروه رو این قسمت دارن کار میکنن، پیدا کردن یه کارفرما با یه قرارداد خوب برای توی یوکی. این خیلی مهمه توی یک مهاجرت. ببین شما میری یه شرکت مهاجرتی، الان بری یه شرکت، من روک دارم میگم، یه شرکت مهاجرتی برید بگی من میخوام به یوکی برای مهاجرت اسکیل ورک بگیرید، خب بعد ببینید کمتر از 20,000 پوند شما رو چارج میکنه؟ نه، امکان نداره. من بهتون میگم چون قیمت ها اینجا دارم. خب بعد شرکت مهاجرتی شما رو چارج میکنه که اسکیل ورک بگیره، اما چه قراردادی بگیره معلوم نیست، فقط برای شما میگیره که شما رو بیاره داخل. در همین حد وظیفش اینه، به عنوان اپتومتریست، نه به عنوان فرد دیگه، شما رو میاره داخل فقط. خب این رابطه هایی دارن که این کار میکنن. پس بنابراین مهمترین قسمت کار قسمت سوم کاره که باید برای شما کارفرما پیدا بشه. من یکی دو تا از همکارا خودشون شروع کردن به اقدام و تو اینترویو هم به مشکل خوردن. من باشون صحبت کردم، تو پشیمون شدم، گفتم تو مرحله آخر هم شما مشکل میخوری. الان کسی که توی یوکی هست سخته براش کار توی یوکی پیدا کنه، نه اینکه سخت باشه، سیکیور کردن یک پوزیشن با عنوان پریرج. به این وقتی شما اپتومتریس هستی راحت برات کار پیدا میشه، الا ماشاءالله، یعنی روزی 100 تا تلفن داری آقا بیا برای من کار کن با حقوق خیلی عالی. ولی شما وقتی پیورش هستی نمیتونی مستقل کار کنی، یه نفر باید مسئولیت شما رو به عهده بگیره. حالا فقط مسئولیت هم نیست، بار مالی شما هم هست، این بار مالیش مهمه. این قسمت فرق یوکی هست با کانادا و امریکا و استرالیا. تو کانادا، امریکا و استرالیا شما باید دوره پیورش رو بگذرونی، یعنی اپتومتریست که فارغ التحصیل میشه باید پیورج رو بگذره. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم پیورج فقط مال شما با ما اینترنشنال نیست، اپتومتریست که اینجا تو بهترین دانشگاه لندن هم درس خونده باید پیورج رو بگذره با همین وضعیت شما، هیچ فرقی نمیکنه. خب اما چرا من توصیه به دوستان نکردم برای اینکه برن مثلا به کانادا؟ کانادا تو آخرین تحقیقی که من انجام دادم دوره پیورج داره دقیقاً. بعد شما وقتی که وارد انگلند میشی کارفرما تو مشخص میکنن، کارفرما به مدت یک سال به شما حقوق میده، حقوقش هم بد نیست، حقوقش خیلی سوال میکنن. ببین از حداقل حقوق خیلی بالاتره، چون اینا باید حداقل حقوق پروفشنال رو بدن، یعنی حداقل حقوق کارگر ساده رو نمیدن، حداقل حقوق یکی رو میدن که مدرک داره، که این حقوق تقریبا کفاف هزینه‌های زندگیتون با یه خورده صرفه‌جویی خواهد کرد. خب حالا بگذاریم از مسئله حقوق. پس شما حقوق میگیری که خیلی مهمه تو دوره پیورش، ضمناً آموزش داری میبینی که خیلی مهمه، یعنی شما داری آموزش های لازم رو برای دوره های یوکی میبینی، و از همه مهمتر اینکه زبانت رو داری ارتقا میدی. آقا شما اگه بخوای بری زبان بخونی تو ایران چقدر باید هزینه کنی؟ هر ترمی تو این کلاس های زبان تهران چقدر باید هزینه کنی؟ تازه بعد از یک سال میبینی هیچ زبان بلد نیستی، کارتو باید ول کنی، زندگیتو باید ول کنی، بری تو کلاس، مثلا کلاس های الان فول تایم هست که مثلا 9 صبح تا 5 بعد از ظهر فقط زبان یاد میدن. خب هزینه های گزاف بکنی، بعد یه مربی نیتیف هم شما رو چی آموزش نخواهد داد. خب حالا میای اینجا حقوق میگیری، داری اپتومتریت رو آپگرید میکنی، ضمناً زبان انگلیسی، این زبانیه که اینجا دارن صحبت میکنن، نه زبانی که تو کلاس زبان ایران بهت یاد میدن. یادت باشه اونایی که آیلتس گرفتن و حضور پیدا کردن توی اینترویو متوجه هستن، الان اونا اگه توی این لایو باشن قشنگ میفهمن من چی میگم، که زبان انگلیسی اون چیزی هست که تو انگلیس داره صحبت میشه، نه اون چیزی که تو کلاس زبان ایران صحبت میشه. خیلی ما دور هستیم از اون زبان نیتیو اسپیکرها.
بنابراین ساده نگیرید این قضیه رو. این قضیه ساده نیست. مهمترین مشکل شما زبان هست. مهمترین مشکل شما اپتومتری نیست، زبانه. زبانتون رو باید ارتقا بدید، چون ظرف یک سال شما میخوای برسید به لولی که بشین مریض معاینه کنی. من توی ایران ببخشید جوون بودم اول که حالا بهتون گفتم رفتم کرمان، استان کرمان سربازی رو میگذارم بر سپاه. خب مطب هم داشتیم، البته با هزار بدبختی، چون اون موقع 30 سال قبل اصلا نداشتن اپتومتریست و چشم پزشک نبود اونجا. رئیس شبکه به من با اینکه من سرباز بودم به من اجازه داد که مطب بزنم. مطب هم داشتیم، ولی روز اولی که من رفتم مطب مونده بودم خدا اینا چی میگن، یعنی مردم صحبتشون فارسی بود با لهجه شیرین کرمانی که من الان کاملا مسلطم با اون لهجه، چون 4 سال تو کرمان بودم من. و عرض کنم که سلام بدم خدمت دهقانی دوست عزیزمون تو کرمان، حسین دهقانی، هر جا که هست انشالله خدا حفظش کنه، همیشه لطف داشته نسبت به ما. میخوام بهتون بگم که این لهجه های داخل ایران رو دقت بکنید چقدر متفاوته. با من با لهجه کرمانی صحبت میکردن ولی من نمیفهمیدم، چون اصطلاحاتی دارن که شما اون اصطلاحات لوکال هست، اون اصطلاحات شما تو شهر شما به کار نمی. مثلا یه بیمار اومده، یه پیرزنی، من همیشه یادم، یه پیرزن خیلی مسنی بود، اومده بود میگفت که آقا دکتر این چشمای من پرپرو میره. من نمیفهمیدم، خدای هر چی فکر میگم خدا میگم دوباره بگو، میگو پرپرو میره. آخرش منشیمو گفتم ببین چی میگه. بعد منشیم اومد برای من چی ترجمه کرد، گفت منظورش اینه که اینجوری زنش داره. خلاصه بعد من گرفتم که جریان چیه. سختی زبان رو وقتی تو خود فارسی به لهجه های مختلف نگاه میکنی متوجه میشی که زبان یادگیریش ساده نیست. اینو ساده فکر نکنی، ولی شدنیه. چرا؟ چون یه بچه 2 ساله از زمانی که شروع میکنه به صحبت کردن کلماتی مثل بابا، مامان، آب، غذا، نمیدونم اینا رو میگه، 4 تا کلمه اصلی که استفاده میکنه، تا زمان 3 سالگی که مثل بلبل برای شما صحبت میکنه فقط 1 سال گذشته. و در نظر بگیرید که مرکز تکامل زبان مغز این کودک هنوز اکتیو نشده، یعنی تو دوره رشدش هست، مثل تنبلی چشم ما که هنوز در دوره گلدن تایم هنوز رشد کامل چشم انجام نشده، تکاملش انجام نشده، مرکز زبان هم تکامل پیدا نکرده. ولی این بچه ظرف 1 سال با گوش کردن و تکرار کردن اینا رو یاد میگیره. حالا شما هم میتونید ظرف 1 سال این کار رو بعد از آیلتس 7 گرفتن انجام بدید. وقتی آیلتس 7 گرفتید این پیش نیازتونه، شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. خب پس سومین خصوصیت اینه که زبانتو ارتقا میدی. خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما داری مجانا زبانتو ارتقا میدی و زبانت رو به صورت حرفه‌ای و پروفشنال ارتقا میدی. چرا؟ چون کسایی میان پیش تو که تو همون کار با شما کار دارن. یعنی شما ممکنه بری زبانتو تو کار کردن با یک سوپرمارکت مثلا ارتقا بدی که اصلا خوب نیست، چون اصطلاحات تخصصی کار شما اصلا کلا متفاوته. بنابراین توی یک عینکسازی داری کار میکنی که زبانت ارتقا پیدا میکنه. و آخرین و مهمترینش اینه که سوپروایزر شما هزینه های امتحان شما رو پرداخت میکنه. هزینه های امتحان شما به چه صورته؟ اینجا یه سود 8000 پونده، خب اینو براتون پرداخت میکنه. تو کانادا اون چیزی که من آخرین آپدیتی که داشتم بود 40000 دلار کاناداست. خوب دقت کنید اونایی که میخوان برن کانادا، 40000 دلار باید بدی که اپتومتریست بشی. امتحانی که شما 40000 دلار برای امتحانش میخوای بدی، بر ثبت نام امتحانش بدی، تو اون امتحان دست و پات میلرزه موقع امتحان ها. من این رو دارم بهت میگم، من این رو تجربه دارم، واقعا برات سخت میشه. یعنی که عینکساز برای شما نمیخواد پرداخت کنه، خودت میخوای پرداخت کنی. و این 40000 دلار کانادا همین الان حساب کنید ببینید چقدره. یه سرچ بزنید قشنگ توی گوگل بهتون میده. همین نهاد جنرال اپتیکال کانسولی رو مشابهش رو تو کانادا هم داریم که ثبت میکنه، کانسولی هست که اپتومتریست رو رجستر میکنه و همین مراحل رو خواهید دید. یعنی شما الان برید دکترا هم تو کانادا بگیری باز باید پیورج رو بگذرنید. خیلی از دوستان بودن که تلاش میکردن اینجا دوره های ارز کنم اسکالرشیپ یا همون ارز کنم بورسیه بردارن،
فاند کامل بگیرن برای مثلا بورسیه دکترا یا تحقیق. من یه چیزی بهتون بگم، نمیتونن، نتونستن. کسایی بودن که مقالات بسیار زیادی داشتن، همکاری خیلی به ناممون، اسمشون نمیارم، به خاطر اینکه شما اول باید ریجستر باشی تو انگلند تا بتونی بده. وقتی میخوای وارد تحقیق بشی، خب باید بیمار رو مثلا فرم سروی بهت میدن که مثلا بر بیمار بخونی و تحقیق انجام بدی، یا یه کار رو ازت میخوان که رو بیمار باید انجام بدی، یه رتینوسکوپی، یه دارویی، یه چیز رو. حتی شما اجازه نداری قطره بچکونی تو چشم بیمارت یا لنز بذاری تو چشم بیمارت اگه کوالیفاید نباشی. بنابراین وقتی شما کوالیفاید نیستی، ریجستر نیستی، ریجستر نامبر نیستی، شما اپلای میکنی، اما اولین چیزی که ازت میخوام میگه ریجستر نامبر تو ما بگو. میگی خب ریجستر نامبر ندارم، میگم ولش کن، اینو نزنش کنار، ایمیلش رو میندازن کنار، دیگه بهش نگاه نمیکنن. بعد میگه چرا اپلای کردم 20 جا هیچ کدوم قبول نکردن. به خاطر اینکه شما تا کوالیفاید نباشی هیچ کاری اجازه نداری بکنی به عنوان اپتومتریست. بنابراین دنبال این نباشی. از روش تحصیلی خوبه، اگه میخوای بیای خودت ارتقا بدی، لول تحصیلتو بیاری بالا، اشکال نداره، خیلی عالی، همین کاری که من کردم. خب اما بسیار هزینه برای این کار، باید هزینه هاشو در نظر بگیری. حداقل یه مستر شما میخوای بگیری 40,000 پوند بذار کنار همین الان، همین الان 40,000 پوند با صرفه جویی بذار کنار، هزینه دانشگاه و خورد و خوراکت برای یک سال. بعد تازه میای سر خونه اول و باید بری چی پریویج رو دوباره بگذرونی، یعنی مستر بگیری، پی اچ دی بگیری، بچلر بگیری، باز باید پریویج رو بگذرونی. یک بار شما باید ریجستر بشی، بعد دیگه دورهای بعد نیاز به ریجستر کردن نداری. بنابراین اون کسایی که میخوان برن به سمت کانادا دقت کنن، حتی اگه کانادا دانشگاه بهتون تحصیلات، یعنی بورس که نمیدن به ایرانیا برای اپتومتری، حتی اگه بهتون عرض کنم اکسپت داد برای اپلیکیشن شما دانشگاه، شما فقط اکسپت دانشگاه رو گرفتی، اما نمیتونی به عنوان اپتومتریست کار کنی اونجا تا زمانی که کوالیفاید بشی. یعنی این روش سریعا شما رو به پول میرسونه، اما تحصیل سریعا پول شما رو از شما خواهد گرفت و در طولانی ترین مدت ممکن شما رو به پول خواهد رسون. این فرق تحصیله و این روش. حالا شما اگه وارد بازار کار شدید، کوالیفاید شدید، بعد از یک سال خواستید تحصیل کنید، خوشبختانه تو انگلند دانشگاه الا ماشاءالله واحدهای آنلاین دارن که آنلاین شما واحد رو میگیری، با استاد در تماس هستید، کارت انجام میدید، چون تحصیلات شما تحصیلات تکمیلیه. ببین آنلاین برای بچلر برگزار نمیشه، ولی برای مستر و پی اچ دی آنلاین برگزار میشه. تحصیلات تکمیلی فرض رو بر این دارن که شما اپتومتریست هستی، حالا میخوای تکمیل کنی خودتو، بنابراین آنلاین میتونی این کار انجام بدی. روز امتحان هم یه مسافرت داری به شهر مربوطه که دانشگاه هست و امتحانتو میدی. این کاری که باید انجام بشه، یعنی اینکه ریجستر شدن شما تا انجام نشه هیچ کار دیگه رو نمیتونید انجام بدید. بعد از ریجستریشن قرارداد شما خوب خواهد شد، درآمدتون خوبه. من همیشه کمترین ها رو بهتون میگم، اگه بهتون گفتم 50,000 تا قرارداد اولیتونه، این کمترینه، کمترین قرارداده. اگه خودتون رو توی دوره ریجسترتون نشون بدید، همون سوپروایزر. و یه مشکلی داره، درآمد اپتومتریست خیلی عالیه، خیلی عالیه، یعنی اینکه خیلی بیشتر از این 50,000 تاست. منتهاش نه اپتومتریست که از خارج وارد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من و شمایی که از خارج از کشور وارد میشیم همیشه نیاز به ویزا داریم. یعنی نفری باید بیاد ما رو برای ما ویزای کاری بگیره، اسکیل ورک بگیره، که اون نفری که برای ما ویزای کاری میگیره یه خورده استثمار میکنه ما رو در لحاظ حقوقی. یعنی به ما یه قراردادی میده که ما مجبوریم بگیریم. خب قراردادش بد نیست ها، خیلی عالیه، ولی به حد اپتومتریست خود اینجا نیست، که اونم راههایی داره که بتونید درآمدتون افزایش بدید، که حالا اونا رو بچه‌هایی که میان داخل بعدم باز فیلم های خواهم گذاشت و راهنماییشون خواهم کرد به طور خصوصی که به مشکل نخورن. اما من بهتون بگم این گروه داره کار میکنه روی ورود شما و حرفه‌ای داره کار میکنه و واقعا دارم بهتون میگم این به خاطر اینکه من ازشون خواستم ها. این فقط حمایت شما تو این سه تا مرحله نیست، بعد از این سه تا مرحله هم شما رو حمایت خواهن کرد. یعنی شما وقتی میخوای وارد بشی هم مشکلاتی رو داری که اصلا نمیتونی تصور کنی، ولی همه این مشکلات رو از قبل اینا برات پیش بینی میکنن و برنامه‌ریزی میکنن که
با کمترین مشکل شما وارد یوکی بشی و به نتیجه لازم برسی. همین من صحبتام